هرگاه از نهفتگاه عشق گشتی به نهانی آگاه، آفریدگار نگارت گردد و تو گیری مقامی به درگاه. آنگاه عشق را گزن مزن، گزافه‌گری خرابت می کند. عاقبت را بین و واقع‌گر باش، قیام سپید قیامت می کند. امروز مرداد 99 بیستمین پیام می باشد. پیام های قبلی را در باب اعتقاد و اقتصاد و سیاست و تاریخ بشنوید و آداب ما را بهتر بدانید و زین پس بدون بررسی کسی را نه خوب بگویید نه بد. این بیان بیستم نیز به بینش و پرسشی که درباره من بی جواب مانده بی باد پاسخ می دهد. اولین پرسش: چرا این گونه سخن می گویید؟ فرهنگ و گویش من ایرانی است، چه کنم گفتار نشناسی را؟ دم از شاهنامه و کوروش میزنی، نمیشناسی آوای پارسی را؟ باشد، این پیام و ساده صحبت میکنم. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهنه برکنیم از نو جامه تازه‌ای بپوشیم. دومین پرسش: قیام 27/7/97 آغاز شد، چرا خودتو امام زمان جا زدی؟ من هرگز ابهت ایرانی خودم و جای بشری جا نزدم و نخواهم زد، اما بند واژه ها دو پهلو بود. سببش هم بازتاب رسانه‌ای برای بیدار کردن مردم از قیام بود که خوشبختانه موفق شدم. سبب دومش برچینی بزرگترین بت خیالی که منبع درآمد و دوام حاکمان دینیه. شما ایران قبل قیام و بعد قیام ما مقایسه کنید، ببینید باورهای چه بخش انبوهی از اهل دین رو تغییر داد. قبل قیام بیشتر مذهبیونی که جای مقابله با ظلم خودشونو با زنجیر و قمه میزدن و میگفتن امام زمان میاد خودش گردن ظالما رو میزنه، ما همون موقع تو رکابشیم، آقا شمشیر جادویی داره. اما همون آدما دیگه این صحبت ها رو نمی کنن. چرا؟ چون فهمیدن دروغه و بذله دینیه. خیلی هاشونم بعد پیام من به خودشون اومدن و با خودشون گفتن راست میگه، امام زمان بیشتر شبیه قصه است تا حقیقت. یهو اتاق فکر اطلاعات از خواب پرید، با پخش پیام من از صدا و سیما عجب غلطی کرد. مثلا میخواستن با تمسخر من در شبکه‌شون هم مردم رو از اون برهه تحریم ها دور کنن، هم عوام قیام و جدی نگیرن. اما دیدم بازی برگشت، من دارم محبوب تر میشم. سریع یکی از کلیپ هایی که برای مسابقات باکو قبل از قیام بود و کات زدن، به دروغ نوشتن منجی فرار کرد ترکیه تا بی صدا برم دارم. من کجا؟ ترکیه کجا؟ آواره و گرسنه سرمای بستان‌آباد بودم. 12 آبان رفتم سمت جاده و یه غذای پیدا کنم. اون بر جاده زده بود قرابولا، 3 تا جوان با پراید وایستادن، منم تیپ ناشناس. تا سوار شدن دیدم دارن کلیپ فرار به ترکیه میبینن، مجبورم خودم رو شناسوندم و بعد که بمانم. آخوند و سپاه و سایبری دوزاریشون افتاد فکر من چیه؟ دارم اونایی که باورم کردن و از قصه خالیبندی مهدی خیالی آگاهشون میکنم. چون جهل از بین نره آزادی ممکن نیست. اونا هم شروع کردن آی این کافر دروپو بیمار قبل قیام باید نفس زکیه باشه، بارون بیاد، طاعون بیاد، ملخ بیاد، خدا خواست و چند تا از اینا هم شد. بعدش گفتم مگه علیکیه امام زمان از مکه داد میزنه همه دنیا میشترم، بعدش باید بیاد پیش رهبر نایه بشه. خلاصه یه سناریوی تخیلی هر جور که به نفعشونه به خورد نادانان میدن تا کسی مثل من با روش آهن را آهن میبرد قیام کرد، بکشنش و بعدش هم بگن دیدی منجی بود که نمیمرد. زفومی پرسش: وعده دادی آسمون قرار 14 اثبات کنه، جریان چی بود؟ من باشگاه‌هایی داشتم که هدفم جذب بی‌بضاعتان جامعه به ورزش و سلامتی بود، تا به خاطر نداشتن شهریه سمت کارهای غیر انسانی و اخلاقی نرم. بعد تایم پایانی باشگاه میشستم پای درد و بختشون. خانواده‌هایی هم از شهرهای دور به خاطر اعتیاد و مشکلات مادی و خانوادگی، بیکاری، بیماری میومدن. منم هر کاری از دستم برمیومد انجام میدادم. دیگه دردشون شده بود درد من، اما من تنها چند نفر رو میتونستم کنم؟ وابسته به جایی نبودم، کسی هم پشتیبانی نمیکرد. از این برم این اطلاعات حرامی شده بود به پای ما، چون اطرافم هر روز جمعیت بیشتر میشد و بعد چاپ تازه متوجه بخشای سیاسی کتابم هم شده بودم. با این حال میتونستم باهاشون تعامل کنم و بسیار زیبا زندگی میکنم، اما به چه قیمتی؟
برای دو روز عمر بیشتر بایستی تابع رهبر خرفت و همسفره قاتلان مذهبی میشد. آخرین جلسه باشگاه دو روز قبل از قیام برگشتنی خونه تا صبح درگیر چه کنم چه نکنم بودم. ظهرش رفتم سمت باغم، بالای کوه خوابم گرفت، سرما زد و چشامو باز کردم دیدم شب شده. گفتم خداوند به من همه چی دادی، جایگاه علمی، ورزشی، پول، دانایی، اما با دیدن درد و ناله مردم و سکوت در برابر ظلم احساس بیغیرتی میکنم. گفتم قدرتم بده، میخوام قیام کنم، یه وعده‌ام از طرف خودت میدم، گرفت و نگرفت تا جون دارم برای نجات مردمم از ظلم و فقر مبارزه میکنم، اگرم مردم سر بلند میبینم. تصمیمم قطعی بود. شب نخوابیدم و هوا روشن شد. زیر همون کوه روی تخت سنگ نشستم، دوربین رو گذاشتم، همونجا پیام رو از خودم گرفتم. بعدشم از کانال تلگرامی سکاریا 1414 پیام پخش شد. خودمم تنهای تنها اوتین رو پوشیدم و زدم کوه. شروع سختی داشتم، یهو کلیپ منفجر شد. حالا همه خیره به آسمون دنبال نشونه میگردن. یه عده شهاب سنگ و شیء قرمز و بارون دیدن، یه عده هم هیچی ندیدن. اونایی که هیچی ندیدن گفتم تا یکی از اتفاقهای علمی کهکشانی روز 14 توسط دانشمندا با ذکر منبع بذارن کانال تا ببینید، تاریخش هم دقت کنید. اما یه عده دنبال این چیزا نبودن، اونا بهترینن، اونا اصل پیام منو گرفتن، مبارزه با ظلم و خرافات. عدد 14 و روز 14 هم به منظور مبارزه با پایان 14 قرن خرافات تعیین شده. چهارمین پرسش، اگه ایرانی چطور دستگیر نمیشی؟ حتما از خودشونی. خیلی سوال آزاردهنده ایه. کسی که از بود و نبودش برای آزادی مردم و کشورش گذشته چطور میتونه شرافتش و ملتش رو بفروشه؟ که به چی برسن؟ به چیزایی که داشتن؟ من از اونا گذشتم، هر لحظه در یک قدمی مرگم. اگه شنیدین کشته شدم و شما با قضاوت و سکوت تماشا کردین و تنهام گذاشتین، منم ازتون بگذرم، عدالت خدا همتون میکنه. شما با یک مرد طرفی، نه نامرد. شما با جوان شیر پاک خورده طرفی. شما هموطن من، پاره تنم هستین. من به خاطر درد و رنج شما قیام کردم. هر وقت حتی یک ثانیه از ارتباط من با این حرامیان مدرک واقعی دیدین، اون وقت قلبمو بسوزونید. این دروغای تیم سایبری برای اینه که دهن بینا باور کنن، نه شما انسان باشید. فکر نمی کنید در این دو سال رسانه‌های ایران، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، عربستان چرا از قیام سفید حمایت نمی کنن؟ چون قشر ستمکش هستی. هیچ کسی از مردم عادی حمایت نمی کنه، اونا نوکر می خوان. منم آن نامدار که وامدار اجنبی نمی شم. اشکن سبوی باده را، هستی توی، هستی توی. در این سرای نیستی، هستی توی، هستی توی. تو آفتاب سر چهارده عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت. نقشه های سیاسیشون رو به هم زدن تا قدرت رو به مردم و کشورم بدن. اونا هم از این میترسن. مخالفان من احتمال زیاده به خاطر جانشینی های سیاسی و خفه کردن اعتراضات مردم، اینترنت اسلامی رو جایگزین اینترنت آزاد کنن. هر نوع فعالیت موبایلی توسط اطلاعات ردیابی میشه. دیگه با داد و بیداد مجازی هم نمیتونیم کاری کنیم. برای ما که در واقعیتیم و روز و محل تجمع مشخص داریم فرقی نمی کنه. من فکر آینده رو کردم و در شهرها ارتش مخفی مردمی در حال تشکیله. اما حسرتش برای شمایی که قدم درستی جهت اتحاد مردم ایران بر نداشتیم. ولی باز دیر نشده، من به کمکتون نیاز دارم. اگه اتحاد 14 زودتر شروع شه، قیامو علنی میکنم و زودتر به آزادی میرسیم. به خاطر مردم و کشورمون پا روی غرورتون بذارید. من به عنوان فروزنده قیام سپید دوباره از اپوزیسیون ها و طرفدارانشون دعوت میکنم تا هر اعتقادی که دارن 14 هر ماه شرکت کنن. مثلا بگن ما اومدیم به خاطر پهلوی، ریستارت، مسیحی، سنی، شیعه، دراویش، بهایی، کرد، ترک، لور، عرب، بلوچ،
هر کی که قبولش دارید اسم همونو بگید. من اسمو میخوام چیکار؟ رهبران مدعی مردم دارن عذاب میکشن، شما فقط در حرف میگین اتحاد، در عمل به فکر قدرت انفرادی خودتونین. وقتی ازم دوری شب نقطه چی میشه، دیوار این خونه دیوار چی میشه؟ اگه دنبال حکومت پادشاهی و دیکتاتورین به خدا نمیتونی. دوره خمینی سازی تموم شده، این کشور جوانای خیلی کارآمدتر و مدیرتر از من و شما داره. ای مردم، اگه خواهان پیشرفت کشورین بعد پیروزی، کسی که باورش دارید و ادعای رهبری داره باید در مناظره زنده مثلا با من که سوالات از قبل هماهنگ نشده باشه جواب بده، تا شما با چشم باز ادبیات سیاسی درستی و نادرستی و روش مدیریتشو ببینید و رأی بدید. تا لایق‌ترین شخص 4 سال نوکری مردم و خدمت به کشور کنه. یک مشروطه واقعی که اگر خطا رفت مجلس مردمی قدرت استیضاح داشته باشه، نه یک شاه و رهبر اون بالا بشینه تنهایی جای 80 میلیون نفر تصمیم بگیره. شبکه های فارسی زبانی که به امید آزادی ایران خارج از وطنمون فعالیت میکنید، من سختیاتون رو درک میکنم و میدونم گاهن مجبورید طبق سلیقه حزب یا شخصی که کمک مادی میکنن گزارش بنویسید، اما اینم میدونم اصالت و عدالت خبرنگاری به بی‌طرفی شماست. من با احترام از مدیران محترم شبکه های بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، صدای آمریکا و دیگر شبکه های مجازی و تلویزیونی دعوت میکنم تا از اتحاد 14 ایرانیان حمایت کنیم. مانند صدا و سیمای میلی مبارزان قیام سپید که از جونشون گذشتن و سانسور نخواهیم. من خوبی های فرد به فرد و شما که رسانه هستین و نقش بزرگی در آینده کشور خواهید داشت و فراموش نمی کنم. با نگاه به یه خبرنگاری ببینید قیامی که بدون حامی و رسانه در محاصره تخریب متعصبان اینقدر محبوب و مردمی در حال طغیانه، اگه بدون تبعیض حمایت بشه، شخصی رفتار نکنید و صدای حقیقت ما باشید، هیچ قدرتی جلودار قیام سپید نمیشه. نتیجهش هم آزادی کشور ما. ای مردم ایران، ای لایق بهترین، اگر اتفاقی برای من افتاد استراتژی 14 رو رها نکنید. من قول مردمه میدم پیروز میشید. جمعیتتون که زیاد بشه، ارتش، نیرو انتظامی، حتی مخالفا به جمعتون، سرداران قیام سپیدم کمکتون میکنن. اینا در گروه شخص من نیستن، از بین مردم برای مردم. فقط در مدیریت آینده کشور و تقدیم شاه و رهبر و منجی نکنید. آلوده دیکتاتور پروری نشید که دیگه درست نمیشه. یه روز میاد که دنبالم بگردی، اون وقت میفهمی که با من چه کردی. یه روز میاد همش با چشم گریون بپرسی من کجا از این و از اون. حالا ای وای خدا، ای وای خدایم، حالا ای وای خدا، ای وای خدایم. Pink night of November 5th to 6th in the eastern sky at nightfall. Triangulum, a simple geometric constellation, has been identified since ancient times. Look for it next to the ram and the fish. The lovely Triangulum galaxy resides here.